Ya intihar demiş. Nasıl? بریم زودتر باید ماشین پیدا کنیم تا بریم سر دوران. بازنیم 3 2 خب خیلی اتفاقی با چند نفر آشنا شدیم که قراره برن تا گوسفندسرا. خب ما هم باشون همسفر میشیم، یه مسیر خاکیه، فکر کنم در دقیقه رو بیتون میکشه. البته میشه اینجا وانت هم هست، یه مبلغی رو میگیره تا اون منطقه ما رو میبره. گوسفندسرا است، اونجا یه دونه مسجد و امامزاده هم هست. الان خودتونم همینجا زندگی میکنید یا اینکه نه مثلا چادراتون جای دیگه است؟ آره ما همینجا زندگی میکنیم. مثلا خانوادهتون اینا چی؟ سما مثلا خانوادهتون همه؟ خانواده نه بابا، یک شب نمیتونن تو این سرمو تو این کانکس بخوابن. کجا پس میمونن؟ رینه میمونن. شما از خودتون رینه ای هستید؟ اصلیت باشه رینه ای. درست. من علی اصغر. علی اصغر اینجا زندگی میکنی؟ آره. درس هم میخونی؟ آره. کلاس چند داری؟ چهارم. چی سخته؟ چاییه با آب معلی دماوند. این چاییه چیه؟ چایی آویشنی. کی چیده آویشنشو؟ من. خودم چیدی؟ از کجا؟ همین پشت این تپه. تو ببینمش جا دیگه. قاطر بارها رو میبره تقریبا 3-4 ساعت تا ارتفاع 4200 متری. یه پناهگاه اونجا هست که به اسم بارگاه سوم معروفه، توی مسیر جنوبی. ما هم حالا الان یه صبحونه میخوریم و ساعت نمیدونم چنده، هلوش ساعت 11 صبح 10 دهه، یه صبحونه میخوریم ایشالله راه میفتیم. فکر کنم تا 3-4 ساعته برسیم به بارگاه و از اونجا هم به سمت قرده. اگه قراره سفر کنیم سود کنیم به این منطقه، داشتن یه گونی خیلی کمک میکنه. همین که وقتی که میخواین به سمت حالا بالا برین توی قاطره بزن، همین که اگه وانتی چیزی باشه خیلی خیلی خاکی میشه، اینجوری کلاهاتون محافظت میشه. از تهران اومدین دیگه درسته؟ بله بله. تو بود آقا سود کردین؟ بله بعد نبود. آقا سلامتی، خسته نباشین. ممنون، موفق باشین. خوش بگذارید. زنده باشین. اینجا تقریبا ارتفاع 4200 متره. ساعت چنده؟ ساعت 2:30. 2:30. ما تقریبا 3 ساعت طول کشید که این مسیر رو بیایم. یه گروه دیگه هم داره میاد بالا، یه گروه از بچه های تهران هن. یه مسیر خیلی قشنگیه. ارتفاع گرفتیم، درست روبروی ما خط و رس دوبرار دیده میشه، سمت راستم گل زرد و اون هم که دریاچه و پارک ملی لار هستش. جاده قشنگ مشخصه، اون روستاها جاده هرازه، اون پیچ و پیچی ها هم جاده خاکیه. اونجا هم دقیقا همون جایی که ما شروع کردیم مسیر اونا. باباتون نشون میدی؟ آره اونجاست، قشنگ داره دیده میشه. آره اونجا. الان اینجا اسمش بارگاه سومه. قدیم یه پناهگاه اونجا بود، اینجا دیده میشه پناهگاه. ولی چند سال اینجا رو زدم؟ چند سال؟ 4 ساله. تقریبا 4 سال پیش اینجا یه پناهگاه درست شده. من خودم دفعه اولمه که دارم میام. مثل که دو طبقه است. حالا داخلش میریم بیشتر میپرسیم ببینیم مثلا چه امکاناتی داره. ولی پناهگاه قدیم اونجا بود. اینجا هم کوهنوردا سکوهای زیادی درست کردن که بادگیرم هست بعد زمانی که چادر میزنن. حالا امروز خیلی خلوته. توی تصاویر، حالا تو عکس‌ها تو اینترنت نگاه کنید، از اینجا که عکاسی کردن تمام این منطقه پر از چادر و جمعیت خیلی زیادی میاد اینجا. اینم کیسه منه، ادریسی روش نشه. کیسه تو هم نسی
باید همین جاها باشه. احتمالا اینه. این هم کیسه ای توه. اینجاست. باید شما یک قدیم. آره. بیایم بالا. بیایم بریم بالا. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید.